در این هلدینگ معدنی دریابان گوهران که در واقع مجموعه به این مجموعه آقای گودرزی و آقایی و اینا هست، متعلق به اینا هست، یه شرکت زیر مجموعه ای داره، یعنی این شرکت مادره، یه شرکت زیر مجموعه ای داره به نام دام و طیور رنگین لبن. دام و طیور رنگین لبن که زیر مجموعه اون هلدینگ معدنی گودرزی هست، پسر آقای صلواتی، محمد ابراهیم صلواتی، از سال 96 به بعد به نمایندگی از معدنجویان بابک، از شرکت معدنجویان بابک که باز این متعلق به همین شبکه گودرزی آقای هست، میاد عضو هیئت مدیره به اصطلاح این شرکت دام و طیور رنگین لبن میشه. البته آقای گودرزی بعد توی سال دارزه توی انگلیس هم یه بی آی تی های شرکت سرمایه گذاری به اصطلاح ثبت کرده که اون چیزی که منابع خبری به ما دادن یه بخشی اصلا یه خونه خیلی به اصطلاح میلیون دلاری هم خریده، البته به اسم آقای ابوالقاسم صلواتی نیست اما خریده و در واقع این ملک هم مثلا در انگلیس و شاید متعلق به آقای ابوالقاسم صلواتیه که حالا تو این سفرهای دوره‌ای که دخترش و خانومش هم میرن در کشور اروپایی در آپارتمان ها و منازلی که آقای گودرزی در واقع همون کیف پولشون براشون آماده کرده در اختیارشون قرار داده، حتما چیز دارن دیگه، اسکان دارن. ببینین این فهرست معدنایی که اشاره فرمودین 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 تا معدن از معدن مثل میدوک که شما اشاره کردین گرفته تا معدن کرومیت نیریز، معدن مثل اردستان، معدن انارک، معدن آهن آذربایجان، فلات بابک و اینها. این شهر بابک و ما عکس این فرماندار سابق شهر بابک رو داریم نشون بدیم که آقای اسدی فکر میکنم که بله بله. در جا از همین قولتشن که بغلش وایساده وایساده بغلش همین قولتشن لاتی که راننده و اون آدم که کلا سرشه، این فرماندار اینه. پول دلارا رو ببینید، پولا رو ببینید توی همینجوری کرده اون تو پیرنش و همون جاست که معدن ایجو در شهر بابک راه اندازی میشه. بله راه اندازی میشه. شهر بابک هم یه شهر بزرگ مهم معدنیه علاوه بر فیروزه و مس دیگه، یعنی قطب به اصطلاح معادن فیروزه و مس ایرانه در استان کرمان.